بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه قلب آسیا، ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق، خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته موضوع این هفته برنامه قلب آسیا هست تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان در افغانستان. همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق آگاه هستید و خبر دارید که روز سه شنبه 26 همایش دانش آموختگی دارالعلوم مکی زاهدان بود. این مرکز علمی و فرهنگی چه وقت آغاز شد و چطور آغاز شد؟ مولانا عبدالعزیز رحمه الله سنگ بنیاد این مرکز بزرگ علمی و تربیتی اهل سنت را در یکی از مسجدهای جامع شهر زاهدان گذاشت که آن مسجد فعلا به نام مسجد عزیزی یا جامع مسجد عزیزی نسبت به جناب مولانا عبدالعزیز رحمه الله می شود. کار تعلیم و تربیه فرزندان اهل سنت زاهدان را از آن مسجد آغاز کردند. سپس تعداد دیگری از علمای اهل سنت ایران، من جمله مولانا عبدالحمید رهبر فعلی اهل سنت ایران، با جناب مولانا عبدالعزیز رحمه الله یکجا شدند و وظیفه تعلیم و تربیه فرزندان اهل سنت را در آن مرکز آغاز کردند. و سپس در سال 1350 هجری، البته آن مسجد کفایت نمی کرد، خرد بود، چون تعداد طلبه ها افزایش یافته بودند، مجبور شدند که از آن مسجد به جای وسیع‌تر و بزرگتر انتقال بکنند و در جایی که فعلا این دارالعلوم وجود دارد، دارالعلوم مکی زاهدان، در جای فعلی منتقل شد و اساتید و طلبه هایی که در آن مسجد جامع عزیزی بودند به دارالعلوم مکی زاهدان که الان هم هست در آنجا، به آنجا منتقل شدند. سلسله خدمات علمی و فرهنگی این علمای بزرگوار برای اهل سنت ایران در آنجا جریان داشت. صحبت ما انشاءالله در مورد معرفی و جوانب مختلف این مرکز علمی و فرهنگی اهل سنت ایران و زاهدان ادامه خواهد داشت. اما ما میخواییم که برای کسانی که بدخواهان این مرکز علمی و این مرکز بزرگ اهل سنت در ایران هستند، ما دیدیم که روزهای قبل شبکی ولایت آمد و مدیر عمومی، مدیر عام و تام این مدرسه، شیخ الاسلام جناب مولانا عبدالحمید، توهین های کرد و تمامی اطیاف و اقشار جامعه ایران از اهل سنت تا شیعیان منصف عکس العمل و واکنش شدید نشان دادن در مقابل توهین های شبکه ولایت. ما می خواهیم به ایشان بگوییم که دارالعلوم مکی زاهدان تنها مربوط ملت شریف زاهدان نیست، تنها مربوط اهل سنت ایران نیست، بلکه حالا این مرکز علمی و فرهنگی فراتر از آن رفته است که شما فکر میکنید. امروز نهال هایی را که این مرکز علمی و فرهنگی اهل سنت زاهدان در سراسر جهان غرس کردن، حالا دارن ثمر میدهند، نتیجه میدهند. یکی از کشورهایی که با ایران ما همسایه هستیم، کشور عزیز ما افغانستان، افغانستان نیز از ثمرات این مرکز علمی و فرهنگی محروم نبوده، بلکه بهره وافر را فرزندان افغان از این مرکز علمی و فرهنگی بردن. امروز نهال هایی را که مولانا عبدالعزیز رحمه الله و شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی غرس کرده بودند، امروز در گوشه و کنار کشور عزیز ما افغانستان دارن ثمر میدهند، میوه میدهند. مردم افغانستان، ملت افغانستان از ثمرات و از جهود
شهود اینها مستفید می شوند. اینها دارن فرزندان افغان را آموزش می دهند، تربیت می دهند و کارهای وسیع فرهنگی را در اقصا نقاط افغانستان، برابر است که مرکز افغانستان کابل باشد یا غرب افغانستان هرات و نیمروز و هلمند باشد و یا هم شرق افغانستان کنر و جلال آباد باشد و یا هم شمال افغانستان بلخ و کندز و بغلان باشد. ما خواستیم در مورد تأثیرات این مرکز و این دارالعلوم در افغانستان صحبت داشته باشیم. البته همایشی که یا 26 مراسم دستاربندی این دارالعلوم که روز سه شنبه برگزار شد، متاسفانه از سوی دولت ایران قیودات و موانع سر راه گذاشته شد تا این مراسم با شکوه‌تر جلوه نخورد. اما الحمدلله که موفق نشدن در این کارشان، بلکه این مراسم خیلی پرشکوه‌تر و خیلی پررنگتر و پررونقتر از سالهای گذشته برگزار شد و بیش از 300,000 فرزندان اهل سنت از سراسر ایران، بلکه از افغانستان و پاکستان و تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. البته حدود 136 خواهر فارغ التحصیل داشت این مرکز علمی و فرهنگی، 210 پسر و یا برادر امسال فارغ داشتند و همچنان 50 حافظ قرآن فارغ دادند که از اثر جهود و خدمات علمی این مرکز زاهدان را امروز ما به عنوان شهر حافظان میشناسیم. روی تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان ما در افغانستان البته صحبت خواهیم کرد. یک تعداد از علمای افغانستان، علمای سرشناس افغانستان که فارغ التحصیلان این مرکز علمی اهل سنت زاهدان هستند که امروز در افغانستان در اقصا نقاط افغانستان مصروف فعالیت‌های فرهنگی هستند، مصروف تعلیم و تربیت فرزندان افغان هستند، انشاءالله در خلال این برنامه با ما خواهند پیوست و از فعالیت‌های ایشان خواهیم شنید. بدون شک تمامی فعالیت‌هایی را که این جوانان و این علمای بزرگوار در سراسر افغانستان انجام میدهند، در اجر و پاداش ایشان مؤسس و بانی دارالعلوم مکی زاهدان مولانا عبدالعزیز رحمه الله و مدیر برحال این مرکز علمی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و سایر اساتید و ممولین و دعم کنندگان و کمک کنندگان این مرکز علمی و فرهنگی سهیم هستند، چون نهال های است که آنها غرس کرده بودن و امروز ثمر میدهند. البته این به خاطر این نیست که ما فارغ التحصیلان بقیه مراکز علمی دنیا، افغان هایی که از دارالعلوم هند میآیند، از هند، از پاکستان، از مصر، از سودان، از عربستان سعودی و از دیگر کشورهای اسلامی فارغ التحصیل داریم، امروز در افغانستان مصروف فعالیت هستند، مصروف تعلیم و تربیت فرزندان افغان هستند، همه آنها جهود قابل تقدیر هست، قابل تمجید هست. اما ما میخواییم که روی تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان صحبت بکنیم، چون یکی به مناسبت 26 همایششان بود و همچنان گفتم در این اواخر از طرف شبکی ولایت و بعضی حلقات دیگر این مرکز مورد هدف قرار گرفتن و مدیر این مرکز که حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید هستن توهین صورت گرفت. ما میخواییم به آنها پاسخ داشته باشیم که حالا این مرکز فراتر از زاهدان و فراتر از ایران رفت، از شما نمیتوانید با حق مبارزه بکنید، خودتان را خسته نکنید. توهینی که شما به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید کردید، حالا امروز صدها مولانا عبدالحمید در اقصا نقاط دنیا به شمول افغانستان وجود دارد. نهال هایی را که مولانا عبدالحمید با دستان مبارکشان خرج کرده بودند، امروز در حال ثمر دادن هستند. پس از این توهین های شما چیزی به دست نمیاد جز سیلی هست که شما خودتان به صورت خودتان میزنید. البته برای بحث و گفتگو فعلا مهمان ما از ولایت قندوز افغانستان، یکی از دعوتگران معروف افغانستان و خصوص شمال افغانستان، مفتی سراج الدین عابدی که یکی از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان هستند و همچنان مدیر و مسئول مدرسه اشرف المدارس قندوز هستند. جناب مفتی صاحب عابدی، اگر صدای مرا میشنوین، خدمتتون در آغاز عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم و رحمت الله و برکاته، مهم خدمت شما و همه کارمندان محترم و معزز شبکه وصال حق و خدمت سایر بینندگان و شنوندگان که این شبکه. سلام و عرض ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مفتی صاحب محترم، موضوع این هفته ما هست تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان در افغانستان، و شما نیز یکی از نهالانی هستین که این دارالعلوم در افغانستان غرس کرده و امروز در حال ثمردهی هست و شما فعلا مصروف تعلیم و تربیه تعداد زیاد از فرزندان افغان در مدرسه اشرف المدارس قندوز هستین. میشه برای ما بگوین که شما چه وقت در دارالعلوم مکی زاهدان رفتین و از آنجا چه آموختین و چه وقت به افغانستان برگشتین؟ میشه کمی در این مورد روشنی بندازین؟ بله، خدمت شما و همه شنوندگان عرض بکنم، از سال 1373 من وارد مدرسه زاهدان در علوم مکی زاهدان شدم تا سال 1381 در آنجا. از 1381 فارغ شدم. درست. و 1383 با اونجا با آنها خداحافظی کردم وارد افغانستان شدم. بسیار خوب. در افغانستان شما وقتی که آمدین در قندوز که فعالیت را آغاز کردین، درست است؟ بله بله، وقتی که من از اونجا فارغ شدم با اجازه اساتید بالاخص شیخ الاسلام حفظه الله، بله، اجازه گرفتم آمدم افغانستان آمدم. درست. از زمان زمان دیگه فعالیت به نحوه که فرصت و زمینه مساعد بود من شروع کردم، از یک مسجد کار آغاز کردیم، از یک دهی. بسیار خوب. سپس انتقال نمودیم در شهر و کم کم کار ما فعلا به اینجا رسید. بسیار خوب. وقتی که شما از زاهدان از محضر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید مرخص شدین و اجازه گرفتین آمدین به سرزمین افغانستان به ولایت قندوز، استقبال مردم از شما چگونه بود؟ مردم از شما استقبال کردند یا خیر؟ بله، چون طبعا وقتی که انسان از یک جای به یک منطقه وارد می شود، اون زمان که ما در دوره هجرت خرد بودیم رفته بودیم، مردم شناسایی کامل نداشتند. درست. ولی وقتی که آمدیم به منطقه از کار و فعالیت و مردم، وقتی که آگاه شدن که مردم فعلا به حد رسیده، به خود تان شاهد قضیه بودیم زمانی که ما رو دولت اسیر کردن بنابر اکثر احترامات، اون فشار مردم بود از غرب گرفته تا شرق و شمال و جنوب، مردم تقریبا به شکل آماده قیام بودن. درست. دولت مجبور شدن نتانن ما رو نگاه دارن. درست. مجبور شدن بعد از چهار شب و چهار روز ما رو رها کنن. یعنی خودش این نشان میده که مردم چقدر استقبال دارن. بله. و بله. مردم چقدر این خوشبین هستن بین حرکت و فعالیت این مدرسه. درست. درست. شما گفتین کار را از مسجد آغاز کردین و سپس به شهر منتقل شدین. در مسجد کار را از کجا آغاز کردین دقیقا شما؟ کار را ما ابتدا از امام، من حیث امام تعیین شدیم. از اونجا بود درس ها را شروع کردیم. درس های حجروی را. درست. دیدیم که چون این منطقه و ده کفایت نمی کند برای فعالیت این کار. درست. بدین خاطر با مشوره دیگر دوستا بالامول صاحب بزرگوار موسی عبدالخالق و دوستای دیگر منتقل شدیم در شهر قندوز. درست. اونجا ابتداعا ما کتله از علما و حفاظ جمع شدیم، تقریبا 10 نفر. گفتیم یک نظام میره به شکل اقرا بود، گفتیم بیایم امتحان کردیم اقرا بن اقرا روز الاطفال آغاز نمودیم. دیدیم که الحمدلله مردم استقبال نمودن. درست. بنان سپس سال بعدش همراه دوستان مشوره نمودیم، گفتیم مدرسه ای را بیایم به شکل بزرگتر و وسیع‌ترش برای خواهرای مسلمان. درست. خواهرای بزرگ ما که نمیتونن چون در اقراها بیان. بله، آنجا آمدیم در مسجد تخارستان، پس اقرا را مدرسه اشرف المدارس را بنیاد گذاشتیم با همین نام مسما نمودیم. بسیار خوب. چون بخاطر یک نوع تیمانن با علمای بزرگوار هندوستان اشرف علی طهانوی رحمت الله علیه. درست. اشرف المدارس را بنیاد گذاشتیم و اشرف المدارس بنیادش با دو تا خواهر آغاز شد و بخش خواهرها تقریبا فعلا به 6,000-7,000 شاگرد داریم. سال بعدش تقریبا 1388 بود که ما بخش بنین را هم بنیاد گذاشتیم. بخش بنین یعنی بچه‌ها. یعنی در آغاز شما کار را برای طبقه اوناس، برای طبقه خواهران آغاز کردید. برای طبقه اوناس. شرایط در منطقه را دیدیم چون بسیار تبلیغات غرب تأثیراتی و سزایی گذاشته، از هر طرف دروازه ها باز شده برای شکار فرزندان این سرزمین بلخص خواهرای ما.
بنان ما گفتیم ابتدان بیم برای خواهر سنگ بنیاد را بگذاریم، چون برای ما آسان‌ترم بود، این نیاز به لیلیه نبود، نهاری بود. برای بچه ها چون مجبور بودیم که بر آنها ابتدان لیلیه را از لیلیه آغاز بکنیم. بنان وقتی کار از خواهرها شروع کردیم برای ما، دیدیم که نتیجه دادن، مردم استقبال نمودن. از دو تا سال اول به سه تا صنف و به سه تا شاگرد رسید، سال بعدش به هزار تا و سالهای بعدش به تا که تا فعلا که ما داریم فعلا سال تقریبا 96 هست، به 7000 فعلا شاگرد رسیدن. بخش بنین را هم سال بعدش تداب گذاشته بود. درست، بسیار خوب، بسیار خوب. میشه برای ما بگین که در قندوز علاوه از اشرف المدارس که شما مسئولیت او را به دوش دارین و مصروف فعالیت هستین، آیا برادران دیگر، علمای دیگری که از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان باشن در قندوز و در شمال افغانستان به شکل عموم میشناسین، کسایی هستن، برادرانی هستن فعالیت دارن یا خیر؟ ما بالاخره از در قندوز بگم، مولانا صاحب محمد عثمانی هستن، مدرسه بزرگ به نام دارالعلوم خلفای راشدین دارن الحمدلله، دارای 300 تا شاگرد دارن که لیلی هم هست. درست. و نهاری هم دارن، البته نهاری کمترن، بیشتر لیلی هستن. درست. همچنان در امشهر امام صاحب، یکی از ولسوالی های ولایت قندوز هست، درست، مولا صاحب نظر محمد، قاری صاحب نیک محمد، که مولا صاحب نظر محمد اینا خودشان دوره حدیث را در دارالعلوم مکی خواندن. درست. و قاری صاحب نیک محمد که مسئولیت مدرسه را به دوش دارن، اینها هم ارتباط دارن با مکی، رفت آمد داشتن. اینها در شهرستان دیگری در اسمش ایران شهر اونجا خواندن، اما ارتباط مستقیم با مدرسه مکی داشتن. بسیار خوب، که فعلا الحمدلله اونها فعلا فعالیت دارن در امام صاحب. همچنان دیگر دوستای در گوشه و کنار، یعنی این سرزمین شمال وجود دارن که مستقیما یا بالواسطه یا بدون واسطه ارتباط دارن با مکی و از اونجا فارغ شدن، یا شاگردای شاگردان ها هستن یا مستقیما شاگرد خود شیخ الاسلام صاحب هستن. بسیار خوب، بسیار خوب. شما از مولوی صاحب سید محمد عثمانی یاد کردین، گفتین مدرسه بزرگ خلفای راشدین را در قندوز پیش میبرند و ایشان نیز از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان هستند. بدون شک ما هم دیدیم تصویر این بزرگوار را در میان مهمانان که در مراسم امسال دستاربندی دارالعلوم مکی زاهدان اشتراک کرده بودند. فکر میکنم از افغانستان یکی از کسانی که اشتراک کرده بودند جناب مولای صاحب سید محمد عثمانی بودن، درست است؟ بله بله، محمد عثمانی، مولانا صاحب محمد عثمانی. خوشبختان اینها در دوره که اونجا میخواندیم اینها مؤذن مسجد مکی هم بودن، چون بسیار صوت زیبا داشتن. بسیار. چندین سال اینها مؤذنی مسجد مکی هم پیش بردن. بسیار خوب، بسیار خوب. روابط شما با مولای صاحب محمد عثمانی و غیره برادرانی که از دارالعلوم مکی زاهدان فارغ شدن و فعلا مدرسه دارن یا فعالیت دارن در هر گوشه و کناری قندوز یا نزدیک های قندوز، میان شما روابط هست، همکاری های وجود دارد؟ الحمدلله، میان فارغ التحصیل همه علمای سرزمین شمال، دعوتگران حقیقی واقعی بالاخص، این دوستایی که از زاهدان فارغ شدن مسئول خدمت هستن، این یک بسیار روابط صمیمانه و دوستی دارن. بسیار یک روابط محبت آمیز و با هم نشست هم داریم. بسیار خوب. بله، بسیار خوب. با چیزی که من اشاره کردم، هدف از اجرای این برنامه یا انتخاب این موضوع که تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان در افغانستان، یک هدف ما این بود که ما به دشمنان این دارالعلوم، دارالعلوم مکی زاهدان و به دشمنان شخصیت جناب حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله بگوییم که حالا دیگه شما با این توهین هایتون در حقیقت خود را توهین میکنین، حالا شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید یکی نی بلکه در اقصا نقاط دنیا به خصوص در کشور عزیزم افغانستان از هر خانواده مولانا عبدالحمید یک عبدالحمید بجا گذاشته است. بله، به معنای واقعیش اگر اجازه بدین، این مصداق همین آیه قرار گرفته، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. بله، فی الحیات الدنیا. بله، اینا مولانا عبدالحمید صاحب و مدرسه مکی زاهدان و مساوی یک شجره طیبه ای هست که فعلا شاخ و برگ آن در گوشه و اطراف و اکناف جهان فعلا تنیده. دقیقا. مولانا صاحب بالاتر از این است که اینها، بله، توهین و اینها به جز که خودشان تحقیر و توهین و ذلیل بکنن، برای مولانا صاحب هرگز اینها نمیتونن با این گپ های واهی و اتهامات واهیشان
ذهن مردم افغانستان را مخدوش بکنه، خراب بکنه. درست. بلکه عزت مولانا روز به روز هنوز بیشتر شده رئیس. قبول کنین در همین افغانستان ما فعلا، حتی کسایی که ندیدن یعنی اینها مشتاق دیدار مولانا هستن. اگر ما همیش این آرزو رو داریم یک بار مولانا با این سرزمین قدم بگذاره، با شما خواهید دید استقبال مردم را و گوش فرا دادن مردم به سخنان اینها، به عقاید و باورهای اینها. مردم افغانستان اگر که از لحاظ جغرافیایی کمی فاصله دارن، لیکن از لحاظ فکری و عقیدتی یعنی با مولانا در کنار مولانا هست، با مولانا هستن. بسیار خوب، بسیار خوب. در آخر پیامی اگر شما دارین، صحبت پایانی دارین، میشنویم. ما برای همه از قبل از همه اول یک تشکر از شما دارم. خواهش میکنم. و همچنین به همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم و بالاخص برای جامعه دارالعلوم مکی زاهدان، برای شیخ الاسلام صاحب، اینا بدان که یا تنها نیستن، بلکه تمام اهل سنت دنیا، بلکه نه ایران، اهل سنت افغانستان، تاجیکستان، قسمت های شمالی و کشورهای دیگری، بلکه همه اینا گوش به فرمان مولانا هستن و مولانا را دوست دارن، در کنار مولانا هستن، فقط منتظر فرمان هستن. هر فرمانی فقط ما زبان مولانا صاحب بشنیم، قبول کنیم که با جان و دل آماده اجرای آن هستیم. و بلخص برای اون اهل تشیع که دشمنی با اهل سنت سر دشمنی را گرفتن، یا بدانن با این دشمنی ها به جز که به خود ضربه بزنن، خود توهین و تحقیر بکنن و خود ذلیل بکنن، دیگر کار نمیتونن. بله بله، بالکل دقیق میفرمایید. تشکر جناب مفتی صاحب سراج الدین عابدی، مدیر و مسئول مدرسه اشرف المدارس قندوز، که یکی از نهال هایی است که دارالعلوم مکی زاهدان در شمال افغانستان غرس کرده و امروز در حال ثمر دادن و میوه دادن است. این مرکزی که ایشان اشاره کردن، گفتن حدود 6 الی 7 هزار خواهر فعلا در مدرسه اشرف المدارس مصروف تعلیم و تربیه هستند، بر علاوه برادرانی که تعداد آنها هم به هزارها میرسد. تنها البته یک مدرسه اشرف المدارس نیست، صدها مدرسه دیگر هم در شمال افغانستان، در قندوز، در بغلان، در تخار، بدخشان، بلخ، از فارغ التحصیلان و شاگردان دارالعلوم مکی زاهدان در شمال افغانستان مصروف فعالیت هستند، مصروف تعلیم و تربیه فرزندان افغان هستند. همچنان در آخر وقتی که من گفتم پیام شما چی هست، شما دیدید که با صراحت اعلان کردند که ملت افغانستان، ملت شریف افغانستان چقدر عاشق و خواهان و دوستداران شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حسن. تمنا میکنند ملت افغانستان که یک بار این بزرگوار و این ابرمرد معاصر اهل سنت جهان و ایران به سرزمین افغانستان وارد شوند، ببینند که ملت شریف افغانستان از ایشان چگونه استقبال میکنند. ما هم منتظر آن روز هستیم که ببینیم یک روز شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی وارد در سرزمین ما افغانستان شوند و ما ببینیم که ملت شریف افغانستان از این ابرمرد معاصر اهل سنت جهان چگونه استقبال میکنند. و همچنان گفتن که روافضی که میآیند به شخصیت ایشان یا به جناب ایشان توهین میکنند یا به دارالعلوم ایشان توهین میکنند، انگشت انتقاد بلند میکنند، جز خود کسی را ضربه نمیزنند، چون حالا مولانا عبدالحمید یک شخص نیست، بلکه یک شجره طیبه هست که نهال های آن در سراسر جهان به خصوص کشور عزیز ما افغانستان غرس شده است. حالا در هر شهر و در هر منطقه و در هر محله چند عبدالحمیدی از خود بجا گذاشتن به عنوان فرزندان معنوی خود که راه ایشان را تعقیب می کنند و مصروف تعلیم و تربیه فرزندان اهل سنت هستند. البته بله، همکار عزیزمون میگوین که مولوی عبدالناصر امینی، استاد و معاون اداری دارالعلوم امام محمد شیبانی رحمه الله، از کابل افغانستان با ما روی خط هستند. ایشان نیست، یکی از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان هستند که فعلا در مرکز افغانستان در کابل مصروف تعلیم و تربیه و مصروف فعالیت های فرهنگی برای ملت افغانستان هستند. ما در آغاز از طرف خود و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا خدمت مولای صاحب عبدالناصر امینی عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه حال دارین مولای صاحب امینی؟ خوب هستین انشاءالله؟
الحمدلله صحت دارین، سلامت باشین، بخیر باشین. سلامت هستین، سلامت و زنده خدا باشین. موضوع این هفته برنامه قلبی آسیا هست، تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان در افغانستان. شما با عنوان یکی از فارغ التحصیلان و یکی از شاگردان اسبق این دارالعلوم، میشه برای ما بگوین که شما وقتی در دارالعلوم مکی زاهدان بودین چه چیزهایی را اونجا دیدین که برای شما خیلی جالب بود یا خاطری به یادتان باشه از دارالعلوم مکی زاهدان؟ میتونین برای ما بگوین چیزی؟ تشکر میکنم از شما جناب استاد رحیمی. خواهش میکنم. من قبل از اینکه صحبت شروع بکنم عرض سلام و خسته نباشید میکنم خدمت شما و تمامی همکاران عزیز شما در شبکه جهانی وصال حق و همچنین تمامی بینندگان عزیزی که همین لحظه صدا و تصویر ما را در هر جای دنیا دریافت میکنند. و علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد، قبل از اینکه ما سوال شما را جواب بدم، یک نکته را به صورت مقدمتا میخواستم ذکر بکنم که بفرمایید. مدارس دینی و مراکز دینی، اینها مراکز و مدارسی هستند که به تمام امت اسلامی مربوط میشوند بدون شک، و مختص یک قوم، مختص یک منطقه و مختص یک مکان خاص نیستند بدون شک. به همین ترتیب دارالعلوم زاهدان هم یک مرکز فرامنطقوی و فرامرزی هست، یعنی مرکزی هست که به تمام امت اسلامی و تمام برادران و خواهران اهل سنت و جماعت متعلق هست و الحمدلله خیر این مدرسه به تمام امت اسلامی و اقصی نقاط دنیا رسیده است و همه مطلع هستند از برنامه هایی که مرکز داره و این مدرسه داره. بله. و خود ما در سال 1376 وارد دارالعلوم زاهدان شدم که تقریبا بسیار خودسن بودم، شاید حدود 10 یا 11 سال سن داشتم. درست. و تا سال 1390 در دارالعلوم زاهدان عمر خود را گذراندم و الحمدلله بهترین ایام و بهترین اوقات زندگی ما بود. و همانطور که میفهمیم ابتدا من حفظ قرآن مجید را در دارالعلوم زاهدان به پایان رساندم و بعد از او علوم متداولی که هست، شرعیات را تا سال 1390 به دور حدیث به پایان رساند. بسیار خوب. و همانطور که بناهای دارالعلوم زاهدان قد کشیدن، ما هم از خردی در همون مدرسه بودیم و قد کشیدیم و کلان شدیم و تمام لحظات دارالعلوم زاهدان خاطراتی است که هرگز از یاد ما نخواهد رفت و بهترین ایام عمر ما هست. بسیار خوب، بسیار خوب. شما در سال 1390 از آنجا فارغ شدین و بعد از سپری کردن حدود 14 الی 15 سال در دارالعلوم مکی زاهدان به افغانستان برگشتین؟ بله. به افغانستان برگشتین در کابل، درست است؟ بله، من ابتدا 3 سال در هرات بودم و پس از اون بنابر نیازی که در کابل احساس می شد و همچنین برای ادامه تحصیل اکادمیک و تحصیلات عالی به کابل آمدم. بسیار خوب. در هرات فعالیت های داشتین 3 سالی که در هرات بودین؟ بله، 3 سال ما در دارالعلوم هرات همراه جناب مفتی صاحب محمد سرور در دارالعلوم هرات مصروف بودم و تدریس داشتیم در اونجا و کار مجله را به نام نسیم ایمان پیش می بردیم که الحمدلله در سطح گسترده در افغانستان منتشر می شد و همچنین برنامه های به نام دارالقرآن داشتیم که تقریبا حدود 2000 شاگرد را زیر پوشش داشت و شاگرد را از سطح شهر برای تعلیم قرآن اینجا مراجعه میکرد. بسیار خوب. شما سپس منتقل شدین به کابل. در کابل کار را از کجا آغاز کردین و چطور؟ قبل از اینکه من فارغ التحصیل بشم، الحمدلله بسیاری از دوستایی که فارغ التحصیل بودن، خدا به اینا خیر بده، زمینه خدمت را در اکثر ولایات اینا فراهم کرده بودن، یعنی مدارس تأسیس شده بود و برنامه ها از قبل شروع شده بود. ما من حیث یک معید و یک همکار همراه دوستان یک جا شدیم و در کابل هم دارالعلوم امام محمد شیبانی که از سال 1390 فارغ فعال شده بود، بعد سپری کردن 3 سال در هرات، من در دارالعلوم امام محمد شیبانی همراه دوستان و مولانا فضل الله نوری و سایر دوستان همراه شدیم و الحمدلله در اونجا مدرسه بسیار مدرسه فعالی است و حدود 200 نفر شاگرد به صورت شبان روزی داریم و حدود 1500 نفر شاگرد به صورت نهاری در مدرسه مراجعه می کند و الحمدلله بخش خواهران هم برنامه‌ریزی و شروع شده و بعد از ماه مبارک رمضان عملا برنامه برای قسمت اناس آغاز خواهد شد
و در این وبسایتی هم داریم در مدرسه به نام muslimonline.as که از این طریق هم برنامه های بسیار خوب، مطالب بسیار مفید علمی و دینی و فرهنگی منتشر می شود. و همچنین مدت محدودی میشه که همراه یک تعداد از جوانان یک دو هفته نامه به نام دنیای جوان تأسیس کردیم که این دو هفته نامه مطالب بسیار جوان پسند و مطالب دینی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را انشاءالله به دست نشر خواهد سپرد. بسیار خوب. و مسلم آنلاین گفتین فعالیت فعلا هم داره؟ بله بله، کاملا فعال است. در لینک های مختلف بخش پرسش و پاسخ شرعی دارن، مطالب دینی، سیرت، عقیده و در مطالب مختلف علمی، دینی و فرهنگی در حال فعالیت است. صفحه اینترنتی است؟ بله بله، صفحه اینترنتی. دوستان و اساتیدی که در این صفحه با شما همراه هستن کلشان از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زایدان هستن؟ بله بله، اکثرا فارغ التحصیلان دارالعلوم زایدان هستن. بله، که الحمدلله در قسمت رسانه ها و در قسمت نوشتار و در قسمت ادبیات دری مهارت و تخصص کافی دارن و خصوصا در قسمت تالیف و ترجمه دست قلم هستن. الحمدلله در این زمینه همکاری دارن و بروز رسانی میکنن. الحمدلله. روابط شما با فارغ التحصیلان باقی مراکز فرهنگی جهان، مثل کسایی که از پاکستان آمدن، از هند آمدن، از سودان آمدن، از مصر رفتن، از عربستان سعودی آمدن و غیره، اونها نیز البته فعالیت های دارن، با آنها هم ارتباط دارین؟ روابطی هست میان شما؟ همکاری های وجود دارد یا خیر؟ بله، همونطور که در ابتدای برنامه خود شما هم به این مسئله اشاره کردین، تمامی فعالیت های علمی، دینی و فرهنگی که در سطح افغانستان در حال اجرا است، این منحصر تنها به فارغ التحصیلان دارالعلوم زاهدان نمیشه، بلکه بسیاری از عزیزانی هستن که از مدارس پاکستان، از مدارس هند، از الازهر و از مدارس و جامعات سعودی فارغ هستن یا کشورهای دیگر. الحمدلله همه اینا بسیار فعال هستند، در سنگرهای علمی، دینی، فرهنگی قدم گذاشتن و بسیار با همت بالا و مضاعف کار میکنن. و الحمدلله بله، یک چیزی که دارالعلوم زاهدان به ما آموخته و تمام فارغ التحصیلان ما فکر میکنم از او متاثر هستن، این است که ما همه پذیر باشیم، برای همه آغوش ما گسترده و باز باشه و ما بتوانیم از هر حرکتی که در مسیر الهی کلمت الله این صورت میگیره، هدفتان از همه فرزندان اهل سنت و جماعت است یا چیزای دیگری؟ طبیعتا او چیزی که عقیده و مسلک ما باشه، ما همون چیز را مؤید همون چیز هستیم و اون چیز را در نظر داریم. الحمدلله کشورهایی که من نام گرفتم فارغ التحصیلان اینا همه اهل سنت و جماعت هستن که در افغانستان در حال فعالیت هستن و در حال کار هستن. و ما الحمدلله با همه روابط بسیار نیک و حسنه داریم. از نزدیک هر چیزی که در توان ما باشه ما از اونها دریغ نمی کنیم و الحمدلله در هر جایی که ما مراجعه کردیم به هر یکی از دوستان در هر مقطع و در هر جایی که بودن بسیار خوب استقبال کردن و الحمدلله روابط بسیار حسنه و نیک در حال جریان است. بسیار خوب. آقای امینی، در 26 مراسم فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان که روز سه‌شنبه برگزار شد، گفته می شود که دولت ایران خیلی سعی کرد که این مراسم را کم رنگ جلوه دهد و از پخش زنده این مراسم در رسانه های مربوط به اهل سنت خودداری کردند و همچنان شبکه محلی سیستان بلوچستان فکر می کنم قرار بود که این مراسم را به طور زنده نشر بکنند، نشر نکردن و وعده خلافی کردن، نشر نکردن، یعنی موانع و مضایقات از سوی دولت پیش روی این مرکز علمی و فرهنگی گاه ناگاه گذاشته شده، ما شاهد بودیم. سوال اینجاست که جوانان افغان وقتی که در این دارالعلوم درس می‌خواندن و شما خودتان که حدود 14-15 سال اونجا حضور داشتین، از سوی دولت برای طلبه افغانی هیچ مضایقی وجود داشت یا خیر؟ جناب استاد رحیمی، در 5 اخیر تحصیل خود من در دارالعلوم زاهدان مسئول انجمن طلاب مهاجر افغانی هم بودم. بسیار خوب. و متاسفانه از زمان آغاز حکومت احمدی نژاد فشارهای بسیار زیادی بر دارالعلوم زاهدان بر مبنای اینکه شما طلاب غیر ایرانی را از مدرسه اخراج بکنید، فشارهای بسیار زیادی وارد می‌شد. اتباع خارجی یعنی؟
بله، اتباع خارجی رتی و طلابی که از تاجیکستان بودن یا طلابی که از افغانستان بودن بیش از حد فشارهای زیادی بر مدرسه وارد شد که شما این طلاب را اخراج بکنید. خب. و حتی منطقه سیستان و بلوچستان را منطقه ممنوعه اعلام کردن برای مهاجرین افغانی و مهاجرین را از این استان منتقل کردن به استانهای مرکزی یا استانهای دورتر که یک نوع تضعیفی برای مدارس دینی اهل سنت سیستان و بلوچستان باشد. ما خودمو شاهد هدفشان از اخراج هدفشان از اخراج مهاجرین افغان از زاهدان و از استان سیستان چی بود گفتن؟ به چند هدف میتونست داشته باشه. یکی که خود مدارس دینی اهل سنت را تضعیف بکنن. اونا تصور نایی بود که فقط طلاب افغانی در این مدارس درس میخوانه و اگر اینها خارج بشن مدارس خالی میمونه یا بسیاری از مدارس مجبور میشن تعطیل بکنن. درست. و همچنین یک چیز دیگری هم بودی بود که نمیخواستن همین ارتباط مدارس دینی و علمای دینی بلوچستان همراه با مردم کشورهای دیگر این ارتباط باقی بمانه و این ارتباط مستحکم باشه. به هر نوعی تلاش میکردن که ارتباط را ضعیف بکنن و همچنین گامی در قسمت ضعیف کردن مدارس دینی بردارن. حتی ما خود ما شاهد هستیم که طلابی را که از خیابانهای اطراف دارالعلوم زاهدان اونا دستگیر میکردن فقط به عنوان ای که طلاب طالبه افغانی هست ای را به دادگاه میبردن، برای اینها دوسیه درست میکردن. و جالب اینجاست که به جرم اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان یا مثلا ترویج مذهب برای اینا پرونده ساخته میشد، 2 ماه تا 6 ماه اینا حبس میشدن و بعد اینها را رد مرز میکردن. یک شرایط بسیار عجیب و غریبی بود، بسیار شرایط بسیار سختی. حتی بسیاری از اساتید دارالعلوم زاهدان را که من جمله مولانا عبدالغنی بدری معاونت آموزشی دارالعلوم زاهدان و مرحوم مولانا احمد ناروی معاون اداری دارالعلوم زاهدان اینها را حبس بردن فقط و فقط تحت این فشار که شما طلاب و اتباعی که غیر اینانی هستن از مدرسه اخراج بکنید. یک شرایط بسیار خیلی سختی را ایجاد کرده بودند. و من یادم هست که جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله در یکی از خطبه های جمعه در همون زمان که چنین شرایطی حاکم شده بود فرمودند که مدارس مربوط به الله متعال هست، خداوند متعال هست که این مدارس را ایجاد کرده و فضل احسانی برای ما مردم بلوچستان داده است و ما هرگز نمیتوانیم بندگان خدا را که به خاطر تعلیم علم و تحصیل علوم دینی مراجعه کردند ما اونها را از این فضل و احسان پروردگار محروم بکنیم. بنابراین فشارهای بسیار زیادی بر مدرسه در این قسمت وارد شد. میشه از شما یک سوال دیگه کنم اینجا؟ اجازه بفرمایید. شما گفتین که از وقتی که احمد نژاد بر سر قدرت آمد این مضایقات برای طلبه افغانی بیشتر شد، درست است؟ بله. اما ما هم شاهدان عینی هستیم، میبینیم همه روزه حوزه های علمی که مربوط به ایران است در کابل افغانستان فعالیت دارن یا در ولایت دیگر و همچنان حوزه های علمی در داخل ایران ما میبینیم همه ساله تعداد زیاد از افغان ها را به عنوان محصل یا دانشجو میپذیرن، براشان ویزه میتن، تمام مصارف آنها را پرداخت میکنن، یا در داخل افغانستان که حوزه های علمی که مربوط به ایران میشه و مثل جامعه المصطفی و غیره و یا داخل ایران میبرن. داخل ایران ما الان هم داریم تعداد زیادی از محصلین افغان، دانشجویان افغان که همه ساله از سوی دولت ایران برده میشوند اونجا آموزش میبینن. پس شما این تناقض را چطور تحلیل یا توجیه میکنین که از یک سو خودشان میبرن فرزندان افغان را آموزش میدهند در مراکز و حوزه های علمیشان جلب و جذب میکنن و از سوی دیگر افغان هایی که در حوزه علمی دارالعلوم مکی زاهدان بودند برای آنها ایجاد مضایقه میکردن، چرا این تناقض به نظر شما وجود داشت یا دارد؟ این یک چیز طبیعی هست که این فشارها فقط و فقط بر روی مدارس دینی اهل سنت بود. یعنی مدارس دینی که مثلا در سیستان و بلوچستان بود یا در منطقه گلستان یا در خراسان و یا در استانهای جنوبی، این مدارس زیر فشار بودن و طرحی به نام طرح ساماندهی در اون زمان ایجاد شده بود و از اون طریق میخواستن یک مقدار تسلطهای بیشتری بر مدرسه داشته باشن و یکی از نقطه های فشاری که اونا میتوانستن سر مدارس دینی بیارن همین بحث طلاب افغانی بود. اونا معتقد بودن که شما طلاب افغانی را بدونی که روادید داشته باشن، بدونی که ویزا داشته باشن و بدونی که دعوتنامه رسمی اینها داده بشه شما اینها را پذیرفتین و از این طریق اینو فشارها می آوردن. ما همین الان هم آمار بسیار زیادی را داریم که
هر سال بورسیه های بسیار فراوانی از طریق جامعه المصطفی یا از طریق مدارس دینی دیگر یا از طریق دانشگاه تقریب مذاهب به افغانستان داده میشه. اینها میرن تمام سهولت ها در خدمت اینها هست و تمام برنامه ها رو برای اینها دارن و تمام مشکلات اینها حل است. اما او طلبه افغانی که بخواهد من حیث یک اهل سنت در مدارس دینی اهل سنت ایران تحصیل بکنه، هیچ نوع تسهیلاتی برای او وجود ندارد، هیچ نوع همکاری با او نمیشه، هیچ نوع ویزایی در اختیار او گذاشته نمیشه. یعنی و حتی میشه یک مشکل دیگه ما داریم این است که کسایی که از دارالعلوم زاهدان میشه از حرفایتون این گونه برداشت کنم که این سهولت ها را که برای این دانشجویان افغان مهیا میکنند و میبرند ای به خاطر شیعه سازی هست و از طرف دیگر کسایی که در حوزه های اهل سنت میخواهند تحصیل بکنند مانی آنها میشوند؟ این گونه برداشت کنم؟ دیگه طبیعتا حتما یک برنامه هایی هست که چنین تناقضی را اینا ایجاد میکنن و چنین تمایزی را ایجاد میکنن. وگرنه اگر چنین برنامه هایی نباشه خب چرا برای مدارس دینی اهل سنت اینقدر فشار و سختی و مشکلات باشه؟ یقین. ولی در آن سو بهترین تا و آزادی های خاص باشه. یقینا جناب مولوی سیب عبدالناصر امینی، واقعا صحبت هایتون خیلی جالب است. من میخوام که بیشتر با شما صحبت بکنم و بینده های عزیز ما حقایق زیادی را از زبان شما بشنوند، اما متاسفانه وقت برنامه داره خیلی سریع میگذره. ما مهمانان دیگری نیز داریم روی همین موضوع از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکه زاهدان در سراسر افغانستان که با ما در خلال این برنامه میپیوندند. متاسفانه نمیتونیم که با شما فعلا ادامه بدیم و امید این که در برنامه‌های بعدی قلب آسیا بتوانیم از حضور شما و صحبت‌های شما ما و بینندگان عزیزی برنامه قلب آسیا مستفید شوند. سلامت باشین، الله شما را به خیر بده. پیامی ندارین در آخر؟ در آخر پیامی ندارین؟ فقط یک صحبت کوتاهی که در آخر ما دارم اینه که مردم مسلمان افغانستان الحمدلله از شعور کامل برخوردار هستند و خیر و شر را خود این مردم تشخیص میدن. و الحمدلله در این مدت چند ساله‌ای که در افغانستان فارغ التحصیلان دارالعلوم زاهدان فعالیت کردند، در هر جا در هر نقطه از افغانستان مردم به وضوح دیدند که این فارغ التحصیلان صاحب رسالت هستند. یعنی یک دغدغه دینی دارند، میخوان در قسمت دینی فعالیت بکنند و فعالیت اینها هم کاملا با اعتدال و میانه روی هست. یعنی کسی از فارغ التحصیل دارالعلوم زاهدان سراغ نداره که او افراطی باشه یا از این طرف تفریطی باشه. الحمدلله با همون شیوهی که اینا آموختن به صورت معتدلانه در حال برنامه و در حال حرکت و فعالیت هستن. اما یک نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت هست این است که متاسفانه در خود افغانستان هم فارغ التحصیلان دارالعلوم زاهدان با بعضی مشکلات مواجه هستند. مثلا شما اطلاع دارین و برنامه هم شما داشتین که جناب مولانا صلاح الدین موحد از ولایت نیمروز ترور شدن که از فارغ التحصیلان دارالعلوم زاهدان و یک شخصیت های بسیار تاثیرگذار بود. چند سال قبل جناب مولوی عبدالمجید محمدی در ولایت مزار شریف ترور شد به همین ترتیب. و یا اینکه بسیار پلان های عجیب و غریبی هست که اینا میگن که مفتی صاحب سراج الدین دقایق قبل که با ما مصاحبه داشتن مفتی صاحب سراج الدین نیز چند وقتی با مورد بازداشت قرار گرفته بودند. بله واقعا نمونه های بسیار زیادی داریم که فارغ التحصیلان در کسانی که واقعا مردم بودند به بهانه های واهی به زندان کشیده شدند، یا مثلا اتهام میبندند که اینها با ایران مرتبط هستند از طریق دارالعلوم زاهدان به اینها کمک مالی میشود و اینها یک شبکه مالی دارند و چنین اتهاماتی، در حالی که خدا میداند که این فارغ التحصیلان با چه مشکلاتی با چه پریشانی هایی در خدمت دین هستند، حتی از حقوق اولیه زندگی خود میگذرند ولی آماده هستند که برای مردم وطن خدمت بکنن و مصدر خدمت باشند. در حالی که مزدوران ایران در حالی که مزدوران ایران را ما میبینیم که ایران برای اونها در کابل در اقصا نقاط افغانستان چه حوزه های علمی ساخته، چه حسینی های ساخته، چقدر برایشان تمویل و کمک میشوه، یعنی او را هم میبینه دولت. بله. تشکر میکنیم آقای امینی، ناچار هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. انشاءالله که در برنامه بعد بتونیم از محضر شما مستفید شویم. تشکر از شما و خداحافظتان. سلام و رحمت الله. خداحافظتان. بینندگان عزیز و گرامی، صحبتی داشتیم با مولوی عبدالناصر امینی، یکی از جوانان افغان که بیش از 14 سال عمر خود را در دارالعلوم مکی زاهدان سپری کرده بودند و از آن مرکز علمی و فرهنگی اهل سنت استفاده کرده بودند که حفظ قرآن را در آنجا به پایان رسانیدند و همچنان دروس دینی یا علوم دینی خود را نیز در آنجا به پایان رسانیدند و سپس
آمدن به افغانستان، گفتن سه سال در هرات بودن و بعد از 3 سال به کابل آمدن و تا کنون در کابل مصروف فعالیت‌های فرهنگی هستند که به عنوان معاون مدیر دارالعلوم امام محمد شیبانی رحمه الله در کابل فعالیت دارند و همچنان در صفحه اینترنتی مسلم آنلاین فعالیت می‌کنند و در این حال گفتن همین هفته گذشته فکر می‌کنم 2 هفته‌نامه به عنوان جوان را با همکاری بعضی از دوستان دیگرشان که از دارالعلوم مکی زاهدان فارغ هستند این را به چاپ رسانیدن و این 2 هفته‌نامه نیز یکی از فعالیت های ایشان می باشد. اجازه بدین بریم یک میان برنامه کوتاه را بگیریم و برگردیم با ادامه موضوعمان که تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان در افغانستان است و میهمانان دیگر ما از افغانستان با ما خواهند پیوست. با ما باشید، سرود مکی را میشنویم و برمیگردیم. جاوید جان. مسجد مکیان گوهر اختران، ای امید همه افتخار زمان. مسجد مکیان گوهر اختران، ای امید همه افتخار زمان. جاودان باد و در راه دین خدا، از وجود تو عالم شده شادمان. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. مرحبا 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 مرحبا. جای ذکر و مناجات و ورد و دعا، جای اشک و عبادت نماز و صفا. جای ذکر و مناجات و ورد و دعا، جای اشک و عبادت نماز و صفا. جای شور و مباهات و نور و سرور، جای تسبیح و تعظیم و یاد خدا. مرحبا 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 مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. مرکز وحدت و معدن رحمت است، نور چشم همه مایه عزت است. مرکز وحدت و معدن رحمت است، نور چشم همه مایه عزت است. منظر با شکوهش صفای درون، خطبه جمعه ها مظهر شوکت است. مرحبا 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 مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. حوزه علم و عرفان دارالعلوم، همچو ماه تمام در سماء نجوم. حوزه علم و عرفان دارالعلوم، همچو ماه تمام در سماء نجوم. تا ابد زنده بادا در ایران ما، جاری از هر دیار بحر فیض علوم. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. چشمه صفای تو با شکوه با جلا، چشمه صفای تو با شکوه با جلا. مرحبا 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 مرحبا. یادی از مرد نستوه زاهد بکن، مرد علم و عمل مرد ایمان بکن. یادی از مرد نستوه زاهد بکن، مرد علم و عمل مرد ایمان بکن. روح عبدالعزیز شاد و خندان و باد، ای خدا تربتش نور و باران بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا،
حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. بعد از آن ماه تابان و شمس زها، شیخ الاسلام محبوب و شمع هدا. زن ماه تابان و شمس زها، شیخ الاسلام محبوب و شمع هدا. ای توی مشعل روشنی در جهان، راهتان تا ابد همچو بدر دجا. مرحبا 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 مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، قرز شور و صفا، قرز نور و ضیا. راه عز و شرف نقش بنیاد ماست، عدل و آزادگی سوز و سودای ماست. راه عز و شرف نقش بنیاد ماست، عدل و آزادگی سوز و سودای ماست. ره رو به راه حق این شعارش مدام، مهر و صلح و صفا، منطق و رأی ماست. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، پرز شور و صفا، پرز نور و ضیا. هر که با مال خود دین و یاری کند، یا که در راه حق جان نثاری کند. هر که با مال خود دین و یاری کند، یا که در راه حق جان نثاری کند. هر بلا را خدا دور و سازد ز او، در بهشت جای او جاودانی کند. مرحبا 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 مرحبا. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. در بنای درت حسبنا الله کنیم، معبد و خانه ات را سیانت بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، پرز شور و صفا، پرز نور و ضیا. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. در بنای درت حسبنا الله کنیم، معبد و خانه ات را سیانت بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. چشمه صفای تو با شکوه با جلا، چشمه صفای تو با شکوه با جلا. مرحبا 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 مرحبا. با سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی برنامه قلب آسیا با موضوع تأثیرات دارالعلوم مکیه زاهدان در افغانستان خدمت شما هستیم. قبل از میان برنامه صحبت‌هایی داشتیم با دو تن از فارغ‌التحصیلان این دارالعلوم که در یکشان در شمال افغانستان در قندوز بودند مصروف فعالیت و دیگرشان در کابل افغانستان مصروف فعالیت بودند. صحبت‌هایشان را شما شنیدین. قبلا ما داشتیم در مورد تأسیس دارالعلوم صحبت کردم، گفتم که جناب مولانا عبدالعزیز رحمه الله از یک مسجد البته کار را آغاز کردند، سپس کنار ایشان علمای دیگری با شمول شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله زمیمه شدند و فعالیت های ایشان گسترده تر شد. البته در سال 1366 هجری شمسی مولانا عبدالعزیز رحمه الله دنیای فانی را ودا گفتند. تمامی مسئولیت این مدرسه به دوش شیخ الاسلام مولانا عبدالعزیز مولانا
شیخ الاسلام بدوش شیخ الاسلام شیخ الاسلام آمد و ایشان مسئولیت عام و تام این دارالعلوم را داشتند و دارند. تا کنون هم جناب شیخ الاسلام حفظه الله به عنوان مدیر و مسئول عمومی دارالعلوم مکی زاهدان مصروف فعالیت هستند. فارغ التحصیل دیگر شاگرد دیگری از شاگردان دارالعلوم مکی زاهدان از افغانستان با ما روی خط هستند، مولوی صاحب عبدالله نیازی. اگر صدای مرا میشنوید خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خدمت نباشی داریم خدمت یکایش بینندگان شبکه جهانی مطالعه. وعلیکم السلام. همچنین تشکر از خدمت شبکه این زمینه از سلام آوردن تا صدای ما به علاقمندان و ارادتمندان دارالعلوم زاهدان در خدمت است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولوی صاحب عبدالله نیازی استاد علوم دینی هستند در ولایت نیمروز. جناب مولوی صاحب نیازی، میشه برای ما بگوین که شما هم یکی از نهالان دارالعلوم مکی زاهدان هستین که در نیمروز مصروف میوه دهی و ثمر دهی هستین، از فعالیت هایتون در نیمروز میشه برای ما بگوین چیزی؟ از حضور شما ولایت نیمروز تقریبا نزدیکترین ولایت به استان سیستان و بلوچستان و به مرکز آن زاهدان است. درست. و یک رابطه تاریخی و کهنی بین مردم منطقه از دیرباز برقرار بوده و همچنان هست. الحمدلله. از طرفی در دوران مهاجرت که دولت افغانستان راه هجرت را در پیش گرفتن، اکثریت مردم نیمروز به زاهدان مهاجرت کردند و این شهر را برای اقامت گزیدند. درست. نسل اولین مهاجرین وقتی به زاهدان رفتن در اون زمان حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه در خیر حیات بودند. بله. و اون معنویت و اون سخنرانی های ایمانی که حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه داشتن تأثیر بسزایی بالای نسل اول مهاجرین گذاشت. درست. و این سبب شد که نسل دوم مهاجرین در دارالعلوم زاهدان یا خودشون درس بخوانند یا فرزندان اونها. درست. یا در یکی از مدارسی که تابع دارالعلوم زاهدان است و پیرو امان خط و فکر هست. درست. طبعا جمع زیادی از فرزندان این منطقه در دارالعلوم زاهدان درس خواندن و جفت یافتن و در آخر دوره طالبان و اوایل نظام فعلی بخش بزرگی از این فارغ التحصیلان به افغانستان و به ولایت نیمروز برگشتن و الحمدلله اینجا فعالیت های را شروع کردن. بسیار خوب. و در زمینه های تأسیس مدرسه دینی و مکاتب خصوصی، فعالیت‌های اجتماعی، بسیار خوب، الحمدلله مصدر خیر شدند و توانستند در بین مردم راه پیدا بکنند. ولی که این بوده است که یک رای، یک شیوه اعتدالی و همون اعتدالی که از شیخ الاسلام حفظ الله همیشه تأکید دارند. درست. اون اعتدال را در پیش گرفتند و تعامل خوبی که با علمای منطقه داشتند، علمایی که قبلا اینجا بودند و عزیزانی که در داخل افغانستان فارغ التحصیل شدند، تعامل بسیار خوبی بین دانش آموختگان دارالعلوم زاهدان و این علما برقرار شد و توانستن این دانش آموختگان و فارغ التحصیلان در دل جا پیدا بکنند و الحمدلله امروز توانستن مدارکی را در نیمروز تأسیس بکنند و راه‌اندازی بکنند که در واقع در سطح افغانستان الحمدلله درخشیدند و توانستن در سیستم اداری مدارس و منهج و شیوه مدارس دینی افغانستان تاثیرگذار باشند. البته این نکته را اضافه بکنم که فعالیت های فارغ التحصیلان دارالعلوم زاهدان در ولایت نیمروز فقط در چوکات و چارچوب مدرسه دینی محدود نمانده است. درست. بلکه در بخش اجتماعی، تشکیل شوراهای مردمی. درست. و اون خلای مرجعیت مدنی را که ما در افغانستان احساس میکنیم تا حدود این خلا در نیمروز پر شده است و این فارغ التحصیلان توانستن در طریق مجامع مدنی مشکلات مردم را به شیوه مسالمت آمیز از راه نتیجه گرفتن اعتدال توانستن این مشکلات را مطرح بکنند، پیگیری بکنند و به حل قضایا و مشکلات مردم الحمدلله. مولوی صاحب عبدالله نیازی، حتما این کارهایی که شما میکنین، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را که آغاز کردین، یقینا پیش رویتان موانع ایجاد شده و حتما شده است، چون ما چند قبل شاهد بودیم یکی از فارغ التحصیلان بارز دارالعلوم مکی زاهدان مولوی صاحب موحد را در نیمروز فکر میکنم شهید کردن. البته موانع وجود داره یا خیر
و خلایی که با شهادت مارس موحد با وجود آمده بود پر شده یا خیر؟ میده باید درست میکنم که فعالیت های دینی اهل حق همیشه با مشکلات موارد مواجه هستن، روبرو هستن. بله فعلا تا این نظر الحمدلله ما مشکلاتی را احساس نکردیم. البته شهادت که شهید مولانا صلاح الدین موحد رحمه الله تو واقعا یک رهبر بود، یک شخصیت بارز نه تنها این روز که افغانستان بود و با اون خدمات و اون رویه و فعالیت هایی داشت توانش در سطح افغانستان بدنست و واقعا رفتن ایشان یک ضایع بزرگی بود. ولی تا این لحظه معلوم نیست که کی را به شهادت رساند. از این جهت ما نمیتونیم انگشت را به طرف کسی دراز بکنیم، ولی خب موانع وجود دارد. علما الحمدلله با صبر با درپیشی رسن صبر و با درپیشی رسن اعتدال انشاءالله که از این موانع عبور میکنند و تا این لحظه وجود همه موضوع و مشکلاتی که اگر احیانا بوده علما خوب درخشیدند. الحمدلله فعالیت ها مستر فعالیت های بسیار بزرگی در منطقه شده. الحمدلله. تشکر. سلامت باشید مولوی صاحب عبدالله نیازی، استاد علوم دینی از ولایت نیمروز افغانستان. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در این بحث با ما شریک شدین و از فعالیت ها و تلاش های فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان در نیمروز افغانستان صحبت کردین و گفتین که نیمروز افغانستان با استان سیستان بلوچستان البته تنها مرز جغرافیایی نداره، بلکه فرامرزتر ما همه همکار هستیم، باید دیگر همکاری داریم و تمامی فعالیت هایی که شما در نیمروز میکنین منحصر در مدارس دینی نبوده، بلکه فراتر از او در بخش های اجتماعی و دیگر بخش ها نیز گفتن فعالیت های اعتدالانه و معتدلانه مسالمت آمیزی را دنبال می کنید که واقعا جای افتخار هست. امیدوار هستیم تمامی علمای ما در سرتاسر افغانستان از این روش استفاده بکنند، با روش معتدلانه برای فرزندان ملت افغانستان خدمت بکنند، سطح آگاهی تعلیم و تربیه آنها را بالا ببرند. البته این تأثیراتی که دارالعلوم مکی زاهدان در افغانستان گذاشته است شما دیدین که منحصر به یک ولایت افغانستان نمی شود. ما از کندوز از شمال افغانستان آغاز کردیم، در کابل افغانستان، مرکز افغانستان نیز فعالیت های گسترده فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان داشتند، غرب افغانستان که با سیستان و با استان سیستان بلوچستان هم مرز باشه خب بدون شک آنجا فعالیت ها گسترده تر می باشه و منظم تر می باشه، چون هر قدر که به مرکز علمی و تربیتی زاهدان نزدیک تر می شوند بدون شک رفت آمد ها آسان می شود، آموختن آسان تر می شود، گرفتن مشوره های مفید آسان تر می شود. خداوند توفیق بیشتر نصیب این عزیزان بکند و در جهودشان در تلاش هایی که می کنند برکت بیندازد و دشمنان این مرکز علمی و فرهنگی دارالعلوم مکی زاهدان یقینا متوجه شدند و متوجه هستند و این حقیقت را پی بردند و میدانند که حالا دارالعلوم مکی زاهدان تنها مربوط زاهدان نیست، یعنی تنها اون تعمیر و عماری نیست که در زاهدان وجود دارد، بلکه فراتر از آن رفته است. قسمی که من قبلا میگفتم که بعد از وفات مولانا عبدالعزیز رحمه الله مسئولیت اداری دارالعلوم مکی زاهدان به دوش شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی آمد و تا به امروز ایشان مدیر عام این مدرسه است. این مرکز علمی فرهنگی در راستای متعدد مصروف فعالیت است، از جمله بخش هایی که ایشان فعالیت می کنند بخش تحفیظ قرآن کریم هست که طبق گزارشی که در سنی آنلاین نشر کردن همکنون حدود 300 تن از فرزندان مسلمانان در این مرکز علمی مصروف حفظ قرآن کریم هستند و از زاهدان معروف است به شهر حافظان قرآن. همکار عزیزم جاوید جان میگوید که مهمان دیگر ما
مولانا مفتی محمد سرور، مدیر دارالعلوم هرات از هرات افغانستان با ما روی خط هستند. جناب مولانا مفتی صاحب محمد سرور، صدای من اگر میشنوید خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، البته شما با چهره و صحبت های مولانا مفتی محمد سرور آشنا هستید. صحبت های زیادی از ایشان در ضمن مجالس علما از شبکه جهانی وصال حق نشر می شود. جناب مولانا صاحب مفتی محمد سرور، میشه برای ما به عنوان یکی از شاگردان اسبق دارالعلوم مکی زاهدان در مورد تأثیرات این دارالعلوم در حوزه غرب افغانستان در هرات بر ما بگویید که چه تأثیرات گذاشته است دارالعلوم مکی زاهدان توسط نونهالان و نهالانی که همانند شما و همراهان شما که غرس شده در هرات افغانستان؟ تأثیرات دارالعلوم مکی زاهدان در مجموع نه تنها در هرات، در کل افغانستان و حتی در آسیای میانه بسیار مثبت و عالی بوده. الحمدلله روش بنش فکری مسجد مکی و دارالعلوم زاهدان که روش اعتدالی مخصوصا در این است که دنیا اسلام دچار بحرانهای مختلف است، روش معتدل و روش به اصطلاح گفتمان مسجد مکی که بر محور اخلاق و کرامت انسانی و بر اساس مفاهیم اسلامی بنا گذاشته شده است، تاثیرات مستقیمی در کل افغانستان و خصوصا در شهر هرات و ولایت هرات الحمدلله با تاثیرات مکی با وجود مشکلات متعددی که جامعه افغانی با او دستگیران است توانستند در قسمت بخش و نشر فرهنگ اسلامی و اندیشه ناب اسلامی در جامعه هرات با تفیع جامعه نقش بسزایی داشته باشند و در بیداری مردم، در آگاهی مردم، در تربیت نسل نو افغانستان الحمدلله اثرات بسیار مثبتی داشتند. الحمدلله. جناب مفتی صاحب، شما وقتی که به هرات آمدین و به عنوان مدیر دارالعلوم هرات مصروف فعالیت و مصروف تعلیم و تربیه فرزندان افغانستان و به خصوص هرات هستین، استقبال مراکز علمی که غیر از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان در هرات و در سایر افغانستان وجود داشته، روابط شما با ایشان چگونه بوده؟ همکاری های میان شما ایجاد شده یا موجود بوده یا خیر؟ الحمدلله جامعه افغانستان از اندیشه های دینی که بر اساس اعتدال و بر اساس محوریت گفتگوی اسلامی و کار در راستای عقیده صحیح و درست اسلامی در از هر مرکزی که علما فارغ التحصیل شدند یک پذیرایی خاصی داشته است، یک گیرایی خاصی داشته است. و در هرات ما سال 84 وقتی هست مهاجرت برگشتیم و در هرات مقیم تا به امروز الحمدلله یک ارتباط بسیار قوی و پیوند بسیار مستحکمی در بین تمام مدارسی که در هرات هست. الحمدلله دارالعلوم هرات با سال 84 تأسیس شده است، الان با اکثر مدارس، با تمام مدارس اهل سنت و جماعت در سطح ولایت هرات توابط بسیار بزرگی دارند، همکاری بسیار نزدیکی دارند و شورای مدارس خصوصی شش برای اولین بار تأسیس شد در اینجا که بعد از آن هم شورا در سطح چهار ولایت، ولایت فرا، هرات، نیمروز، کابل در حال فعالیت است و این نوع همکاری و این نوع اصطلاح تعامل در تمام امور دینی و مذهبی در برنامههای درسی و فعالیتهای دینی و تعلیم و مدارس وجود دارد. با من مقدمین یا پیروان فکر امامی افغانی هستند
بابا منهج کار هست، روش فکری مسیح مسیحی، روش اعتدالی هست. الحمدلله اتفاقات گفتمان الحمدلله شر معافر در اصول دین اسلام سخنه های نو و تازهی دارد و الحمدلله محق بسیار سن بنده فکر خود بیان اینجا بسیار سوال کردم الحمدلله با وجود مشکلات دیگری که در جامعه افغانی وجود دارد یک نوع تحمل و همتشی خوب و اینا در خط و احترا برای کل افغانستان داری با تمام مدارس دینی هست. الحمدلله تشکر سلامت باشد جناب مولانا مفتی صاحب محمد سرور مدیر دارالعلوم هرات یکی از فارغ التحصیلان اسبق دارالعلوم مکه زاهدان که در هرات افغانستان مصروف تعلیم و تربیت فرزندان افغان هستین تشکر از شما و خداحافظتان. بیننده های عزیز صحبت داشتیم با مولانا مفتی محمد سرور که مدیر دارالعلوم هرات هستند و یکی از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان هستند. این همه مدیر و مسئول مدرسه دارالعلوم مکتب در اقصا نقاط افغانستان برابر از هرات باشد، نیمروز باشد، یا کابل باشد و یا ننگرهار یا قندوز باشد و یا بلخ، این میوه هایی که ما میبینیم از همان نهال هایی هست که مولانا عبدالعزیز رحمه الله و شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله و سایر اساتید و بزرگان دارالعلوم مکی زاهدان غرس کرده بودند. زحمات را که آنها متحمل شدند، مشقت هایی را که آنها متحمل شدند، امروز اینها در اقصا نقاط جهان و شما در افغانستان دارن میوه میدهن، ثمر میدهن. از جمله بخش هایی که در دارالعلوم مکی زاهدان بر علاوه کلاس های حفظ قرآن کریم هست، معهد اللغه العربیه و دراسات الاسلامیه هست که حدود دوره 6 ساله هست که در 6 سال پایان میرسه و تعلیم البته در این معهد به زبان عربی هست و این در سال 1378 هجری شمسی تأسیس شد. یک دیگری از ویژگی های دارالعلوم مکی زاهدان این است که بخش ویژه طلاب شوافی را باز کردند. بدون شک در ایران زمین، در سرزمین ایران، اهل سنت حنفی مذهب و شافعی مذهب به کثرت یافت می شوند. از هر دو مذهب فرزندان اهل سنت هستند. خب دارالعلوم مکی زاهدان هم سعه صدر یا فراخ دلی، تحمل و همدیگر پذیری را میان فرزندان اهل سنت ترویج دادن با ایجاد بخش ویژه طلاب شوافی که در سال 1377 این بخش باز شد تا طلاب شوافی در این بخش وارد شوند و کورس 4 ساله هست که 4 سال در اینجا درس بخوانند. این یک تجربه خیلی خوبی هست. باید علمای افغانستان، مدارس دینی در افغانستان، دارالعلوم‌های افغانستان، فرزندان اهل سنت در افغانستان از این تجربه کامیاب و موفق دارالعلوم مکی زاهدان میتونن استفاده بکنن. با این طور میتونیم که ما دلها را بیشتر نزدیک بکنیم، وحدت و اتحاد را بیشتر میان فرزندان اهل سنت ترویج بدهیم. یک دیگر از بخش‌هایی که در سال 1369 هجری شمسی تأسیس شده، مکتب حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هست که این ویژه خواهران می باشد و تعداد زیادی از خواهران به این مکتب رو آوردن و در مکتب حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مصروف تعلیم و تحصیل هستند که اکنون طبق گزارش هایی که سونی آنلاین نشر کرده تا آخرین روزهای سال گذشته، سال 1395 هجری شمسی، این مکتب 12 فرع یا 12 شاخ یا 12 شعبه در نقاط مختلف شهر زاهدان داشته است.
چیز دیگری که این دارالعلوم ایجاد کرده دفتر شورای هماهنگی مدارس است که این در سال 1357 با 6 عضو با 6 مدرسه آغاز شده که یک هماهنگی میان مدارس اهل سنت موجود باشد. حالا این گسترش یافته فعلا 60 مدرسه اهل سنت عضو این شورا هستند. البته از شورای مدارس خصوصی حوزه غرب که قبلا مفتی صاحب محمد سرور صحبت میکردن، یقینا این از تجربه هایی هست که دارالعلوم مکی زاهدان آن را ایجاد کرده بود و علمای حوزه غرب افغانستان و در شمال افغانستان در بقیه نقاط افغانستان نیز از این تجربه استقبال شده است و می توانیم که با این ایجاد شورای هماهنگی میان مدارس ما بیشتر کارهای خود را تقویت بدیم، چون با همکاری یکدیگر می توانیم کارهای ما قوی تر، مناسب تر و مزین تر شود. همچنان از بخش های دیگر این دارالعلوم دارالافتا است که در سال 1363 هجری تأسیس شده و به مسائل دینی و پرسش های شرعی مردم پاسخ می دهند. البته این پاسخ ها بر رشته تحریر در آمده و محمود الفتاوا به نام محمود الفتاوا فتاوای دارالعلوم زاهدان که تاکنون 4 مجلدش به چاپ رسیده و مجلد های بعدی هم زیر چاپ هست. یکی دیگر از بخش هایی که این دارالعلوم ایجاد کرده به عنوان دارالتحکیم یا دارالقضا، واقعا این خیلی جالب بود وقتی که من این را در صفحه سنی آنلاین می‌خوندم. دارالعلوم مکی زاهدان یک بخش خاص ساخته به عنوان دارالتحکیم. بدون شک مردمی که در اطراف آنها در زاهدان زندگی می‌کنند، مشکلات میان دو برادر رخ می‌دهد، میان دو خانواده، میان دو قبیله، خب بهتر این است که بروند به سوی علما حل و فصل بکنند طبق کتاب و سنت. این دارالتحکیم به خاطر همین حل و فصل ها و نزاهای بین مردم ایجاد شده تا مجموعه از علما بنشینند، میان اطراف درگیر، میان افراد درگیر، میان خانواده هایی که میانشان خصومت ایجاد شده، او را در روشنی کتاب و سنت حل و فصل کنند. وقتی که علمای ربانی میان دو شخص متنازع در روشنی کتاب و سنت یک دیگه فیصله می کنند، آنها را نصیحت می کنند، وصیت می کنند، این را هم دعوت به همدیگر پذیری، تحمل، عفو و بخشش می کند، جانب دیگر را هم، واقعا خیلی زیباست. باید دیگران هم از این اسلوب و از این کار دارالعلوم مکی زاهدان می توانند که استفاده بکنند و این چیزها را در جوامع خود، در منطقه و محل خود ایجاد بکنند و از این شیوه ها استفاده بکنند. جاوید جان عزیز اشاره میکنند که مهمان بعدی ما مولانا سید اسماعیل قادری سادات از کابل افغانستان با ما روی خط هستند. ایشان نیز یکی از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان هستند. جناب مولانا سید اسماعیل، اگر صدای ما را میشنوین خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم مولوی سید اسماعیل سادات که دعوت ما را پذیرفتین و در این بحث شریک شدین. شما هم یکی از شاگردان و یکی از نهالان دارالعلوم مکی زاهدان هستین و در کابل افغانستان مصروف فعالیت هستین. خب جاوید جان عزیز میگویند که تماس ما با جناب مولانا سید اسماعیل قادری قطع شده، امیدوار هستم که بتانیم تماس ایشان را دوباره وصل بکنیم و با خود داشته باشیم و در مورد فعالیت های ایشان نیز بدانیم که ایشان نیز یکی از فارغ التحصیلان این دارالعلوم هستند. در کابل افغانستان چه فعالیت های دارند؟ در مورد دارالتحکیم می گفتم که یکی از بخش هایی که دارالعلوم مکی زاهدان ایجاد کرده دارالتحکیم هست که برای نزاها، برای جنجال هایی که میان مردم منطقه رخ می دهد ایشان حل و فصل می کنند. واقعا این هم خیلی جالب بود برای من. باز هم جای جان می گوید که مهمان ما وصل شدن. مولوی سید اسماعیل قادری، صدای مرا می شنوین؟ خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولوی صاحب، شما نیز یکی از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکی زاهدان هستین، در کابل افغانستان فعلا خطیب مسجد جامع هستین و استاد مدرسه دینی هستین. میشه برای ما از فعالیت هایتان بگوین؟ چه فعالیت هایی دارین شما؟ چه کارهایی میکنین؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه در مورد خودم و خودم معرفی بکنم، بله، اجازه میخوام که یاد بکنیم از بانیان دارالعلوم زاهدان، شخص مولانا عبدالعزیز ملازاد رحمه الله که بانی حوزه بودند و ایشان شالوده که مسجد مکی و حوزه در استخدام را بر اخلاص و للهیت و تقوا بنیانگذاری کردند و خدمات بیشاعبه به جهان اسلام داشتند. بنده همکنون مشغول خطابت و امامت و تدریس در مرکز افغانستان در کابل هستم. در خدمت شما هستم. بله بله، بفرمایید. جناب مولوی صاحب، در مورد فعالیت هایتان، در مورد کارهایی که در کابل میکنین، من پرسیدم اگر در این مورد برای ما و بنده های عزیز ما بگوین که شما هم به عنوان یکی از نهال های دارالعلوم مکی زاهدان در کابل افغانستان چی فعالیت هایی دارین، چی کارهایی میکنین؟ فعلا که مشغول خطابت و امامت هستیم و کنار آن الحمدلله در حفاظ هم داریم و مدرسه خواهرم که حدوداً 15 نفر لیلیه داریم. بسیار خوب، بسیار خوب. در شعبه از شهرهای مختلف افغانستان و در بخش خواهران هم حدود 120 نفر هستن، مسئول تحصیل هستن و دو تا معلمه دارن. بسیار خوب. بنده مسئولیت جواهر القرآن، مدرسه جواهر القرآن و کتابت امامت و مسئولیت شعبه حفظ را دارم. بسیار خوب. مولوی صاحب، شما از فعالیت هایتون برای طبقه خواهران گفتین. من هم قبلا اشاره کردم که یکی از بخش هایی که در دارالعلوم مکی زاهدان مصروف فعالیت هست، مکتب حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هست که در سال 1369 تأسیس شده و تا کنون ادامه داره و فعلا در شهر زاهدان 12 فرع یا 12 شعبه دارن. آیا خواهران افغان نیز در این مکتب حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حضور داشتن؟ آیا شما میشناسید خواهرانی که از آنجا علم حاصل کرده باشند، فارغ شده باشند؟ در محل خود ما اینجا کسی رو نداریم و اینها ابتدایی هستن و پروگرام ابتدایی و برنامه ابتدایی داریم برای تحصیلات. بسیار خوب. جناب مولانا صاحب قادری، شما گفتین که مدرسه دارین و مصروف فعالیت هستین. از سوی مردم محل در جایی که شما مصروف فعالیت هستین چگونه برخورد با شما صورت گرفت؟ مردم محل از شما استقبال کردن حتما، چون شما دارین برای فرزندانشان دین را می آموزین، تعلیم و تربیه آنها را به عهده دارین. استقبال مردم از شما چگونه بود؟ در ناحیه هفتم شهر کابل هستیم، کنار دارالامان، قصر دارالامان، نزدیکی قصر دارالامان، محلی به نام ده دانا. بله. الحمدلله مردم بسیار خوب و متحد هستند، ایمان دوست و قرآن دوست و فرزندانشان را فرستادن و سعی می کنیم بالاخره بتوانیم خدمت بکنیم برای جامعه اسلام و مصروف خدمت هستیم. استقبال مردم الحمدلله بسیار خوب بوده، با آغوش باز پذیرایی کردن الحمدلله. از آنجایی که دانش آموختگان در علوم زاهدان نامی که دارن در کل افغانستان و به خاطر همین هم استقبال خوب بوده و الحمدلله روز به روز افراد بیشتر می شوند برای تحصیل علوم دینی، برای شعبه حفظ. خواهران هم تعدادشون قبلا شاید 70 نفر بوده، به 130 نفر رسیدن. ماشاءالله. شعبه حفظ
حدوداً در حدود 7-8 نفر بودیم و الحمدلله به 15 نفر بودیم الحمد و مراجعین هم داشتیم ولی به خاطر یک سری محدودیت ما یعنی در جاموز کم تجدیر بودیم. البته در سالهای بعد در نظر داریم یک مقدار وسعتش بدیم الحمدلله. خداوند در جهودتان در کارهایتان برکت بندازد. جناب مولوی صاحب قادری تشکر از اینکه در این بحث با ما شریک شدین و از فعالیت‌هایتان برای ما و بندگان عزیز برنامه قلبی آسیا گفتین. تشکر از شما. من هم از شما تشکر می‌کنم از اینکه وقتی در اختیار ما گذاشتید و صحبتی داشتیم با بینندگان محترم. تشکر. خوشحال شدیم. تشکر. سلامت باشین، موفق باشین. تشکر، سلامت باشین. خدا حافظتان. برای بیننده های عزیز صحبت داشتیم با مولوی صاحب قادری از کابل افغانستان که ایشان نیز از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکیه زاهدان هستند. گفتند مدرسه بخش خواهران و برادرانی دارند که مصروف فعالیت هستند و همچنان امام و خطیب مسجد جامع هستند در یکی از مساجد کابل افغانستان. خب بعد از دارالتحکیم بخش های دیگری نیز بخش های زیادی را ایجاد کردند در دارالعلوم مکیه زاهدان، اما شعبه های تخصصی که در آنجا تدریس می شود، یک تخصص در علوم قرآن کریم و تفسیر هست، تخصص دیگرشان در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم هست، تخصص دیگرشان در فقه اسلامی هست و تخصص دیگرشان در دعوه و فکر و اندیشه اسلامی هست و همچنان تخصص دیگری دارند در ادبیات عربی و همچنان تخصص دیگرشان در باب قرائات و تجوید هست و در آخر دوره ادبیات فارسی و روزنامه‌نگاری را ایجاد کردند که بدون شک خیلی واضح از فارغ التحصیلان دارالعلوم مکیه زاهدان را وقتی ما می‌بینیم مجله هایشان، نوشته هایشان، نگارندگی خیلی قوی ماشاءالله دارند. خداوند در تمامی این جهود برکت بیندازد. در کنار این همه ایشان در دارالعلوم مکیه زاهدان پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران را بنیان گذاشتن، تأسیس کردن به عنوان سنی آنلاین که در صفحات مجازی اینترنت فعالیت دارن. هر برادر و خواهری که میخواهد از فعالیت های فرهنگی، از مقالات علمی و بخش های دیگر علوم دینی مستفید شوند میتونن که به سنی آنلاین، یکی از قوی ترین و بهترین صفحات اینترنتی فارسی زبان برای اهل سنت و جماعت هست، میتونن که از آن استفاده بکنن. سنی آنلاین در گوگل بنویسین، پیشرویتان باز میشود. و بخش دیگری روضت الاطفال مکی یا مهد کودک مکی برای اطفال باز کردن. این بخش را در سال 1385 تأسیس کردن که کودکان مسلمانان را تعلیم و تربیه بدهند. اکنون 6000 کودک در فرها و شعبه های مختلف این روضت الاطفال دارالعلوم مکی زاهدان مصروف تعلیم و تربیه هستند. و یک بخش دیگری از بخش های مهمی که دارالعلوم مکی زاهدان ایجاد کرده در مانگاه خیریه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها است که در سال 1383 به کار آغاز کردند. صحبت داشتیم در مورد تأثیرات دارالعلوم مکیه زاهدان در افغانستان با فارغ التحصیلان و علمای بارز افغانستان که از دارالعلوم مکیه زاهدان فارغ شده بودند. با مفتی صاحب سراج الدین آویدی از قندوز صحبت کردیم، با مولوی صاحب عبدالناصر امینی از کابل صحبت داشتیم، با مولوی عبدالله نیازی از ولایت نیمروز افغانستان صحبت کردیم، با مولانا مفتی محمد سرور مدیر دارالعلوم هرات از هرات افغانستان با ایشان صحبت کردیم، و در آخر هم با مولانا سید اسماعیل قادری خطیب و امام مسجد و استاد مدرسه دینی از کابل افغانستان صحبت کردیم. این فقط نمونه های هست ما گرفتیم، ورنه تعداد فارغ التحصیلان افغان که از دارالعلوم مکی زاهدان فارغ شدن و در سراسر افغانستان مصروف فعالیت هستند به صدها و هزاران تن میرسد. خداوند واقعا نمونه‌ای که برای ما ذکر کرده، شجره طیبه که اصلها
ثابت و فرعها فی السماء، دارالعلوم مکی زاهدان هم دقیقاً مصداق این آیه هست، اصلش در زاهدان است و فرعش ما میبینیم در تمام جهان و خصوص کشور عزیز ما افغانستان. هدف ما از اجرای این برنامه در مجموع این بود که بدخواهان و دشمنان این مرکز علمی اهل سنت ایران باید بدانند که این مرکز حالا تنها مربوط زاهدان و مربوط اهل سنت ایران نمی شود، بلکه فرامرزتر از آنی هست که شما فکر می کنید. و همچنان اگر بخواهید توهینی به آدرس ایشان بکنید یا نقد به آدرس ایشان بکنید، جز خود کسی را ضربه نمیزنید. امیدوار هستم که شما هم مستفید شده باشید و با معذرت که نتونستیم تماس های شما بیننده های عزیز را داشته باشیم، در برنامه های بعد انشاءالله سعی میکنیم که صحبت های گرم شما را بیشتر بشنویم. همه شما عزیزان را تا برنامه بعد قلب آسیا و الله یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. البته فراموش نکنم تشکر ویژه داشته باشم از همکاران عزیزم جاوید جان و فرید جان که خیلی زحمت میکشند پشت صحنه. خداوند پاداش نیک بر ایشان بدهد و این زحماتشان را در میزان حسناتشان بگنجاند. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.